سازمان خبرنگاران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را در میان 180 کشور از نظر میزان آزادی خبرنگاران در ردیف 173 قرار داده است. یعنی در این خصوص در دنیا فقط 7 کشور وضعی بدتر از ایران دارند. فشار بر فعالان رسانه‌ای در ایران هم به محدود کردن آنها برای گفتن و نوشتن خلاصه نمی‌شود. حبس‌های طولانی مدت، اعتراف‌های اجباری و وادار کردن آنها به اظهار پشیمانی و پس گرفتن حرف‌هایشان شیوه‌هایی است که سازمان‌های حقوق بشری در دنیا را به شدت نگران کرده است. یکی از این سازمان‌ها که فعالیتش در دفاع از فعالان رسانه‌ای متمرکز است، سازمان خبرنگاران بدون مرز است و رضا معینی مهمان من در این برنامه مسئول دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در این سازمان است. رضا معینی در ایران به دلیل فعالیت سیاسی زندانی شد و در سال 1365 ایران را ترک کرد، در پاریس تحصیل کرد و در سازمان عفو بین‌الملل در فرانسه فعال شد و از سال 1375 تا حالا در سازمان گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دفتر کشورهای فارسی زبان است. آقای رضا معینی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. ممنونم از شما جناب آقای فانی برای دعوتت. آقای معینی، معیار سازمان گزارشگران بدون مرز برای رده‌بندی کشورها بر اساس میزان آزادی که روزنامه‌نگاری و امنیتی که روزنامه‌نگاران در کشورها دارن چیه؟ این یک معیار هفتگانه است، یعنی 7 معیار برای سنجش داریم، از زیربناهایی که یک کشور داره تا چگونگی کثرت‌گرایی، تا چگونگی مالکیت رسانه‌ها و قانون‌هایی که حاکم بر این کشور در حمایت از آزادی اطلاع رسانی. بر این مبنا ما پرسشنامه‌ای داریم که برای بسیاری از روزنامه‌نگاران در همه کشورهای جهان، فعالان حقوق بشر و یا وکلا میفرستیم. این پرسشنامه ها در یک بخش دیگری مستقل از سازمان ما مورد بررسی قرار میگیرند و بر مبنای پاسخهایی که هست این رده‌بندی تعیین میشه. این امتیاز دادن ها خب به نوعی ارتباط مستقیم داره با وضعیت روزنامه‌نگاران، یعنی وقتی که در کشوری تعداد زیادی روزنامه‌نگار زندانی هستند و یا حتی قتل و یا حتی کشته شدن و یا روبودن روزنامه‌نگاران، خب امتیازهای بسیار منفی داره. در کشوری که رسانه‌ها آزاد هستند، رسانه‌های خصوصی وجود دارند، این پلورالیزمی که هست همگانیه و رعایت میشه. خب در این میان با کشوری که طبعا همه درهای آن بسته است متفاوته. اما هدف اصلی ما یک آمار و ارقام علمی نیست. هدف ما نشان دادن اهمیت آزادی رسانه‌ها در جهان. و به این عنوان تأکید ما بر این مسئله این است که زندانی کردن روزنامه‌نگار، ربودن روزنامه‌نگار چه تأثیری در کل مسئله این جامعه و آزادی بیان در آن جامعه داره و در جهان به ویژه. بسیار خوب، حالا شما بر اساس این معیارهایی که صحبت کردین در موردش، ایران رو در این رده‌بندی جزء 173 قرار دادید در آماری که به هر حال در سال جاری میلادی دادید، در بین 180 کشور. اولا چرا 180 کشور؟ چرا نه 195 کشور که به حال موجوده در دنیا؟ و دیگه اینکه اون 7 کشوری که بعضشون بدتر از ایرانه کدومن؟ خب پاسخ نخست اینه که توانایی های ما هم هست، ولی این 180 کشور عمده ترین و مهمترین کشورهای جهانند. ولی ما از آغاز 160 کشور بود، چون نزدیک به 20 سال این رده‌بندی داره انجام میشه و هر سال هم تعدادی کشور افزوده میشه بنابر توانایی هایی که داریم.
در رابطه با ایران متاسفانه از سال 2002 میلادی که ما این ردبندی رو آغاز کردیم همواره در میان 10 کشور آخرین جدول ردبندی بودن. کشورهای دیگر همسایه ایران در این ردبندی متاسفانه یا سوریه است یا کره شمالی یا چین و یا عربستان سعودی و این معیار به شکل مشخص ربط داره به چگونگی سرکوب آزادی اطلاع رسانی در ایران. در ایران ما رسانه های آزاد با همان تعاریف و موازین جهانیش نداریم. در ایران روزنامه نگاران زندانی می شوند. در ایران روزنامه نگاران گاه تهدید می شوند. و روزنامه نگارانی که در خارج ایران هم فعالیت می کنند مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، تهدید می شوند و عملا یک سانسور همه جانبه بر حیات سیاسی اجتماعی ایران حاکم. خب حالا با این مسئله که صحبت کردین در مورد ایران، شما فکر میکنین که حکومت ایران در مجموع در حوزه کار روزنامه نگاری نسبت به چه مسائلی بیشتر حساسیت داره و نشون میده؟ اطلاعات آزاد، آنچه که ما بهش میگیم حق دانستن مردم. از همان آغاز جمهوری اسلامی متاسفانه به جز سالهای نخست که به هر روی با آن تحولی که در ایران با هر نامی که بخوایم ازش نام ببریم به وجود اومده بود، خب امکان سانسور نبود. ولی آرام آرام که از طریق وزارت ارشاد و سپس کمیته ها، نهادهای امنیتی انسجام بیشتری پیدا کردند و نوک پیکان حمله به همین حق دانستن بود. طبعا در طی این مدت تغییرات بسیار زیادی انجام شده، جهان تغییر کرده، ولی اگر معیار رو به عنوان مثال قانون مطبوعات بگذاریم، همون گونه که من بارها تکرار کردم، این قانون بیشتر قانونی برای سرکوب آزادی اطلاع رسانیه تا حمایت و حفاظت از آزادی بیان، آزادی رسانه ها و مطبوعات در ایران. با همین قانون همین مطبوعات رو به ویژه از سال 79 به بعد قل و قمع کردن. با همین قانون میتونن روزنامه نگار رو بازداشت کنن و روزنامه نگار رو محکوم کنن. متاسفانه این یکی از شاخصه های نظام ایرانه که سرکوب در آن قانونیت داره، یعنی قانون مدار در اصل متاسفانه سرکوب، چون این قانون قانونی مطابق با موازین حقوق بشر و حقوق بین المللی نیست. بسیار خب، ظاهراً در سالهای اخیر یه مقدار حساسیت حکومت نسبت به شهروند خبرنگارها خیلی بیشتر شده و در این زمینه خب دی رو بازداشت کردند و به حال زندانی کردند و همینطور در مورد خبرنگاران زن در جامعه ایران. این فکر میکنین به چه دلیل میتونه باشه؟ یک دلیل آن این گستره جهانی این مسئله است، یعنی بنابر کارهایی که ما کردیم، تحقیقاتی که ما کردیم، از سال 2010 واقعیت اینه که جهان یک تغییر شگرف کرد. من اگر بخوام مثلا دو تا آمار به شما بدم، این از سال 2010 یعنی در طی سال 2010 بیش از 250 میلیون به کاربران فیسبوک اضافه شد. در همین سال کاربران توییتر به 175 میلیون رسیدند. در طی یک سال 100 میلیون به این اضافه شد. امروز در جهان من این آماریه که حدوداً اواخر سال 2018 تهیه شده، بیش از 7 میلیارد ما تلفن موبایل همراه در جهان ثبت شده، یعنی به شکل آبونه شدن ثبت شده، بیشتر از جمعیت جهان. در این رابطه از 2012 تا 2018 استفاده از تلفن تقریبا 1 میلیارد افزایش داشته و نفوسش به 100.5%
در جوامع رسیده و بیشترین تعداد این در کشورهای در حال توسعه است. در ایران هم همین تحول بود، به ویژه در اصل پس از رویدادهای سال 1388. خب گسترده بودن این امکان تکنولوژی و عملاً فشل شدن رسانه‌هایی که تحت کنترل و مهار جدی نظام قرار دارند. در این رابطه خب شهروند خبرنگاران که من باید تأکید کنم یکی از سرچشمه‌های اصلی اطلاعات در کشورهای مثل ایران، من اگه فرصت باشه حتما چگونگی اینو در آمار و ارقام هایی که داریم میگم. به عنوان مثال در سال 2011 تا 2013 تنها من به این آمار اشاره میکنم که در سوریه 23 روزنامه نگار کشته شد، اما 58 شهروند خبرنگار کشته شدند. چه ناپدید شدند، چه توسط نیروهای حکومتی بشار الاسد و چه گروه‌های دیگری که در آن کشور گروه‌های غیر دولتی که به خبرنگاران و روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران حمله می‌کردند. در ایران نیز ما با همچین پدیده‌ای روبرویم، یعنی زمانی که روزنامه نگاران علی‌رغم تمام تلاشی که همکاران ما در ایران، علی‌رغم تمام پایداری که دارند، اما عملاً با مهار حکومتی امکان گزارش‌دهی ندارند. بنابراین شهروند خبرنگاران هستند که به یاری خبرنگاران میان، چون خود شهروند خبرنگار میتونه سرچشمه خبر باشه، ولی مسئولیت خبرنگار و رسانه‌ای که از آن استفاده میکنه مهمه. و زنان هم در این رابطه که میگیم، تنها در یک کلام بگم، متاسفانه ایران این رکورد جهانی رو داشته که در طی 5 سال گذشته 2 بار به عنوان بزرگترین زندان جهان برای روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران زن تبدیل بشه. بسیار خوب، حالا یک نمونه از ایجاد فشار بر روزنامه نگاران اخیراً در ایران دیده شده که سالمان شما هم در گزارش به اون اشاره کرده، و اون اینه که بعضی از روزنامه نگاران و به خصوص وبلاگ نویسان و کسانی که در فضای مجازی مسائلشون رو مطرح میکنن که اینها رو به یک طوری مجبور میکنن که بیان و یه طورهایی من غیر مستقیم اظهار پشیمانی بکنن یا اینکه حرفشون رو پس بگیرن در ملأ عام. من خواستم ببینم که شما فکر میکنین که این پدیده تا چه اندازه عمومیت داره، یا اینکه منحصر به مثلا یکی دو مورد که شما در گزارشتون آوردین؟ نه، عمومیتش رو ما با مثالها توضیح دادیم، مثالهایی که شاید بیشتر شناخته شده باشن در پهنه شبکه‌های اجتماعی، ولی نه، ما موارد بسیار زیادی در شهرستان‌ها و در جاهای دیگه داشتیم که حالا اونجا میتونه با تعهد باشه، تعهد و آن چیزی که ما اسمشو گذاشتیم نوعی توابسازی آنلاینه، یعنی به شکل مشخص سر وقت کسایی میرن که تأثیر گذارن در شبکه‌های اجتماعی و میتونن با توییت اطلاع رسانی کنن. این دو کاربرد داره، مثل همه انواع سرکوبی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه، نخست آن که خود فرد تحت فشار قرار میگیره و دوم یک نمونه میشه برای ایجاد وحشت در دیگران و به سکوت وادار کردن آنها. خب بسیار، حالا نمونه دیگری هم هست که در واقع اون طرف قضیه نشون میده، و اون اینه که ظاهرا شیوه جدید اطلاعات سپاهه، اینه که بعضی از مجریان تلویزیون رو مثلا میارن و در برنامه یک متهمی رو که در مورد مثلا آقای زم حتی محکوم هم شده و این رو به عنوان مصاحبه باش در واقع اعترافگیری به نوعی میکنند، و این من میخواستم ببینم سازمان شما در این مورد به هر حال چه موضعی گرفته؟ ما در این رابطه سال هاست، یعنی راستش رو بخواین از سالهای 75 و این حدودا که آرام آرام تلویزیون بیشتر نشان میداد. من یادم نخستین موضعی رو که ما گرفتیم سر بر روی مسئله چند زندانی بود که گرفته بودن اینها رو و عملا
صحبت‌هایی که می‌کردن در رابطه با مطبوعات بود، یا آقای پوزند، زنده یاد پوزند، که عملا وادار به این کار شدن. ببینین، من یک اصطلاحی رو تو این رابطه به کار میبرم و اونم اینه که ما تو زندان اوین یک شبکه‌ای بود که شبکه درونی زندان اوین بود به اسم شبکه شهید کچویی. یه تلویزیون مدار بسته بود برای صبح‌ها، حالا چه برنامه آموزشی میذاشت، ولی بخش عمدهش نشان دادن اعتراف‌های دیگران بود که چندی بعدش در تلویزیون، رادیو تلویزیون یا همان صدا و سیمای خودشون پخش می شدن اینها. این گستره شبکه یا سیمای شهید کچویی یک امکانی بود برای جمهوری اسلامی که امروز همگانی شده. و همان زمان هم چون ما بعضی وقتا در حضور داشتیم در حسینیه‌ای که فرد صحبت میکرد، همونجا میدیدیم که چگونه مورد سانسور قرار میگیره. به هر روی این نوع روزنامه نگاران همکاران دستگاه های امنیتی هستن. من تنها چیزی رو که میتونم بگم اینه که فراموش نباید بکنن، متاسفانه ما در ایران روزنامه نگار رو از آن وظیفه اجتماعی و کاری رو که باید بکنه جدا کردیم، یا قهرمان میکنیم یا فرو افتاده. اما روزنامه نگار هم میتواند در خدمت ارتکاب جنایت قرار بگیره، چنان که در رواندا این کار انجام شد. رادیو هزار تپه عملا یکی از اصلی ترین صداها برای گسترش قتل عام بود و تعداد زیادی از این روزنامه نگارها با شکایت سازمان ما، از جمله در همین 10 سال اخیر در بلژیک محاکمه و به زندانهای دراز مدت محکوم شدند. بسیار خوب، سازمان شما دقیقاً چه کار داره میکنه برای دفاع از حقوق روزنامه نگاران؟ عملاً داره چیکار میکنه؟ عملاً 3 بخش کار ما انجام میدیم. نخست آن که تحقیق و بررسی و پژوهش در رابطه با وضعیت آزادی اطلاع رسانی در کشور و نشان دادن این و جلب افکار عمومی به این مسئله. در این رابطه حالا چه با اطلاعیه چه نامه به مسئولین اون کشور گوشزد میکنیم که مسئله آزادی اطلاع رسانی مهمه. اینو بارها در طی حیات 30 و چند ساله این سازمان نشان دادیم که چگونه آزادی اطلاع رسانی در پیشرفت و توسعه کشور میتونه نقش داشته باشه. سپس ابراز نگرانی یا حتی تشویق مواردیه که به پیشرفت آزادی اطلاع رسانی، آزادی بیان کمک میکنه و در طی آن عملا امکان دادخواهی برای روزنامه نگارانی که مورد تبعیض قرار گرفتن، زندانی شدن و یا حتی کشته شدن، که در این رابطه یک امر قضایی و حقوقیه که خب حالا این روزها چون با مسئله قاضی منصوری در ایران تر شده بود، از جمله شکایت و یا حتی امکان بازداشت و محاکمه کسانی که در رابطه با جنایت علیه روزنامه نگاران نقش داشتن یا به شکل کلی جنایت علیه اطلاع رسانی و حق دانستن مرد. خب بسیار خب، حالا به هر حال یک طرف قضیه حکومت ها هستن که مورد خطاب شما هستن، تا چه اندازه جوابگو هستن؟ حرف شما گوش میدن اصولا؟ ظاهرا دولت ایران ظاهرا گوش نداده تا حالا، به دلیل اینکه شما در آمار سال گذشته تون ایران در ردیف 170 بود و در آمار امسالتون 173 در واقع ارتقای مقام یا تنزل مقام پیدا کرده، یعنی اینکه به حرفای شما گوش داده نشده. خب کشورهای دیگه بودن که گوش دادن و ردشون بسیار خوب بالا اومده به نظر من. در این رابطه تنها این نیست، اما همین انگشت نما شدن مهمه. من فکر میکنم برخی کشورها به ظاهر گوش نمی کنن، یعنی مسئله شون هست به طور واقعی. حتی اگر مسئله آزادی بیان مسئله شون نباشه، آن چهره‌ای که در جهان میخوان نشون بدن مسئله شون هست. تو در شورای
حقوق بشر سازمان ملل اینجا باید پاسخگو باشن، اونجا پاسخ میدن. اینو آقای فانی عزیز من به شما بخوام بگم، نمایندگان جمهوری اسلامی که میان، درسته میان با یک آیه طولانی صحبت میکنن اونجا، ولی مجبورن به پرسش های دیگر کشورها پاسخ بدن. اینکه یک کشور در طی 41 سال بیش از 39 بار در کمیسیون حقوق بشر آن زمان و شورای حقوق بشر و در کمیته سوم سازمان ملل محکوم بشه برای نقض حقوق بشر اصلا چیز خوبی نیست، و این اون چهره‌ایه که نشون میده. یکی از وظایف ما که پرسیدیم نشان دادن همین چهره واقعی درندگان آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. بسیار خوب، شما مسئول میز افغانستان و تاجیکستان هم در سازمان گزارشگران بدون مرز هستید آقای معینی، شما وضعیت در افغانستان رو چطور میبینید؟ یعنی نحوه رفتاری که با روزنامه نگاران میشه و اینو چطور با ایران مقایسه میکنید؟ ظاهرا نوع برخورد به روزنامه نگاران متفاوته در دو کشور. تفاوت‌های بسیاری هست. من باید بگم که افغانستان امروز در همین منطقه ما یکی از آزادترین کشورهاست در رابطه با آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی. افغانستان امروز نزدیک به 160 تلویزیون خصوصی داره، 135 رادیوی خصوصی داره، بیش از 300 نشریه و روزنامه منتشر میشه در افغانستان. در هیچ کدام از آنها آن سانسور و آن مهار اطلاعاتی که در ایران انجام میشه نمیشه. در افغانستان امروز آزادی بیان و قانون مطبوعات افغانستان بسیار پیشرفته تر از قانون مطبوعاتی ایران، یعنی نظارتی که میشه. در افغانستان عملا فشارهای دولت با آن شکلی که در ایران هست نیست. شما میتونین ببینین. ولی از کجاست؟ ولی به هر حال روزنامه‌نگاران در افغانستان هم کشته شدن، مواردی بوده که به گروگان گرفته شدن، و این اتفاقات از جانب بیشتر مثلا طالبان میفته، یا نقش مردم در این زمینه چیه؟ خشونت به شکل کلی سه تا منشأ داره در افغانستان. نخستش جنگه، یعنی این جنگ داخلی که وجود داره و هر روز هم متاسفانه بیشتر میشه. طالبان یکی از اصلی ترین حامیان سرکوب مطبوعات و ایجاد وحشت هست، با اینکه در طی سالهای گذشته من باید بگم تغییرهای بسیاری کردند، به طور واقعی تغییراتی انجام گرفته و شده. دولت و حکومت بخشهایی از آن و سیاستمداران فاسد، سیاستمداران محلی فاسد بخشی از این سرکوب و اعمال فشارها هستند، و سپس در بسیاری از مناطق من میتونم بگم خود بافت سنتی جامعه این مسائل به وجود میاره. اینو در رابطه با زنان میشدید. مرکز حمایت از زنان خبرنگار که با همکاری سازمان گزارشگران بدون مرز نزدیک به 3 سال داره فعالیت میکنه، در این رابطه شاخصه های مهمی رو داده. ببینید آقای فانی، در افغانستان آن جایی که زنان روزنامه نگار حضور کمتری دارند، خشونت علیه زنان و همان بافت سنتی رو که میتواند اثرگذار باشه بر وضعیت زنان کمتر دیده میشه. برعکس جاهایی مثل هرات، کابل، بلخ که تعداد زنان بیشترن این مسائل هست، ولی خشونت واقعیت وجود داره. راهکارهایی هم چون گفتیم حکومت پیدا کرده. ما امروز در افغانستان شاید به عنوان نمونه در جهان بی نظیر باشه، یک کمیته مشترک میان دولت و نهادهای روزنامه نگاری تشکیل شده که این کمیته میتواند تمام موارد نقض حقوق روزنامه نگاران، خشونت علیه آنها رو بررسی کنه، و در یک تعاملی در طی 3 سال گذشته وضعیت خیلی بهتر شده.
اما خب جنگ هست. بسیار خوب، البته اشاره کردید به نقش زنهای خبرنگار در افغانستان. واقعا باید گفت و تقدیر کرد از بسیاری از همکاران زن ما در افغانستان، که منظورم به طور کلی همکاران، منظورم همکاران فقط بی بی سی نیست، که به هر حال کارهای بسیار عالی انجام دادن در زمینه افشاگری، در زمینه به خصوص خشونت علیه زنان و غیره. به هر حال در تاجیکستان ظاهرا یک خود محیط بسته تره و اطلاعات زیادی در مورد نحوه برخورد به روزنامه نگاران نیست. اون چیزی که مسلمه اینه که اون آزادی عملی لازم رو در تاجیکستان ندارن. برداشت شما چیه آقای معینی؟ ما در طی یک ماه گذشته سه اطلاعیه در رابطه با تاجیکستان دادیم. نخست آن که در رابطه با اطلاع رسانی در رابطه با کرونا، چون ما یک فهرستی از کشورهایی که در رابطه با بیماری کرونا و حق اطلاع رسانی که عملا با حق حیات گره میخور تهیه کردیم و منتشر کردیم، که حالا هم ایران هم تاجیکستان در این ردبندی هم بودن. تاجیکستان وضعیتی دارد میان آزادی‌های اجتماعی که وجود داره، تهدیدهای جدی جنگ وجود نداره، ولی با یک مشت آهنین در برابر آزادی اطلاع رسانی مقاومت می‌کنه. یعنی واقعیت اینه که امروز در تاجیکستان سایتیو که آمار کشته شدگان یا کسانی که درگذشتن در رابطه با کرونا که از آمار رسمی که دولت میده بیشتر این سایت مورد فیلترینگ قرار گرفت، مسدود شده. از سوی دیگر عملا فشارهایی که داره میاد، به ویژه با قانون جدیدی و که دارای تناقضهای بسیاری با قانون اساسی تاجیکستانه و عملا اعمال سکوت و خفه کردن روزنامه نگاران. تعداد بسیاری از روزنامه نگاران از تاجیکستان در طی این سالها فرار کردند. یکی از شگردهای جدید تهدید خانواده هاست. گویا این مصری شده در این منطقه ما و حالا از جمهوری اسلامی یاد گرفتن یا از جای دیگه، ولی شروع کردن به آزار و اذیت خانواده هایی که اعضای یا روزنامه نگاران مجبور به ترک کشور شدن. و عملا روز به روز متاسفانه با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در تاجیکستان این سرکوب بیشتر شد. آقای معینی، شما شخصا تجربه تلخی از حکومت جمهوری اسلامی ایران دارید. شمار زیادی از اعضای خانواده نزدیک شما در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. خودتون زندانی شدید به دلیل فعالیت سیاسیتون. با این حال وقتی که از زندان اومدید بیرون و بالاخره از ایران هم خارج شدید، در پاریس شروع کردید به فعالیت بیشتر حقوق بشری و به سازمان عفو بین الملل پیوستید و به خصوص و پیوستید به عضو کمیسیون لغو مجازات اعدام در سازمان عفو بین الملل شدید. قاعدتا افرادی مثل شما با این تجربه تلخی که داشتن و با این ضربه شدیدی که دیدن بایستی بیشتر گرایش به طرف فعالیت‌های سیاسی می آوردن. شما خودتون به هر حال از هواداران سازمان چریک‌های فدایی بودید که اصولا هدفش به نوعی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بود و قاعدتا شما بایستی در این زمینه احساسات تشدید می شد، ولی برعکس شما رفتیم به طرف مثلا جریان حقوق بشری و به خصوص لغو حکم اعدام. این تغییر به اصطلاح نظر شما چطور به وجود اومد؟ آقای فانی عزیز، من اینو یه بار تعریف کردم ولی اینجا میگم. واقعیت اینه که من حقوق بشر رو از بازجوهای اوین یاد گرفتم. یعنی اولین باری که به مسئله انسانی در رابطه با زندان، شکنجه و اعدام فکر کردم در یکی از سلول‌های بند 325 قدیم اوین بود که اونجا حالا به قول اونا تعزیر ولی به گفته من شکنجه شده بودم و داشتم فکر می‌کردم که این بازجویی که منو شلاق زده خودش زندانی سیاسی بوده در نظام پیشی و خودش شکنجه شده بوده، خودش تعریف کرد. من همون شب درد داشتم واقعا، ولی داشتم به این فکر می‌کردم که چگونه یک
قربانی به جلاد تبدیل میشه. این مرکزی ترین پرسش حقوق بشر، این اصلی ترین پاسخ به این مسئله باید داده بشه. و پس از اون بود که من نخستین نوشته‌ای که در ذهنم شکل گرفت، که تقریبا این همزمان بود با اعدام صادق قطب‌زاده، همان نوشته‌ای که من به عنوان اعدام صادق قطب‌زاده گزارشی از اون شب زندان اوین و حسینیه اوین، آنچه که دیده بودم، حالا داستانگونه، و بحث هایی که در بند و در اتاق ما پیش اومد در رابطه با اعدام و زندان. من باید بگم که این تعداد انسان هایی که کشته شدند، اعدام شدند، واقعیت اینه که اینها فقط نمیتوان با سرنگون کردن یا سرنگون نکردن جداشون کرد از هم. اینها انسان های شایسته و بایسته ای در این کشور بودند. در اتاق 56 آموزشگاه وقتی که من بودم، در اتاقی که 31 نفر بود، نزدیک به 6 پزشک بود و بیش از 20 نفرشون همه یا لیسانس داشتن یا فوق لیسانس داشتن. انسان‌های باسواد این جامعه بودند که به حال به هر دلیلی این راه رو انتخاب کرده بودند. اما سرنوشت آنها به گونه دیگر رقم زده شده. آنچه که به من مربوطه، من یکی از قدیمی ترین خانواده های زندانیان سیاسی هم. چه در نظام پیشین، چه در نظام بعدی، تا زمانی که خودم زندانی شد. ببینید، یکی از مسائل اعدام که بسیار به آن پرداخته شده، مسئله پهنه سیاسی اعدامه، پهنه انسانیش به نوعی، ولی هیچگاه و شاید خیلی کمتر، من چندین بار در این رابطه نوشتم و گفتم، خانواده ها، این خانواده ها، کسی که اعدام می شود ستون های یک خانواده رو ویران و اثراتش می مونه. من از خانواده ای بودم که پدر بزرگم در 1303 اعدام شد. نایب السلطنه حکومت لرستان بود با فرمان رضا شاه، ولی جنرال یا به اصطلاح سپه بود امیر احمدی و شاوختی اعدامش کردن با 13 تن دیگر از اشایر، رهبران اشایر لرستان که هم اقوام های نزدیک ما بودند. اینو من در پدر و عموهایم دیده بودم این زجر، و بعدن خودمون حس کردیم. آقای فانی عزیز، خانواده زندانی، خانواده اعدامی، ویران کردن خانواده و نسل های بعد از اونه. یکی از مسائل اصلی که برای من مهم بود، علاوه بر لطف آن بازجو که خودش به جلاد تبدیل شده بود، این مسئله بود که چگونه باید به این درد پایان داد. من وقتی برای لغو مجازات اعدام مبارزه می کردم، برای راحت بودن خودم بود و دینی که به همه آن زندانیانی که در کنار من بودن و اعدام شدن. چرا این راه رو انتخاب کردم؟ باید این راه انتخاب بشه. چرا در آن سالهایی که حتی مورد اعتراض بسیاری از دوستان و رفقای خودم قرار می گرفتم، حتی خانواده های زندانیان سیاسی که اعتراض می کردن که چرا لغو مجازات اعدام، اینو من با صراحت بخوام بگم، اما من فکر می کنم وظیفه ما بود، ما باید می گفتیم آن زمان و این زمان، ما که درد اعدامو با پوست و گوشت و روحمون احساس کردیم. ببینید، در طی این سالها ما تاونی بودیم آقای فانی عزیز، جامعه ما رو تاونی کرد. برای همین من امروز فکر میکنم که این تاونی بودن در ما اثر داشته، آقای فانی عزیز، در ما اثر داشته و زندگیمون رو ساخته. امروز حتی کسایی که ما رو دوست دارن، عاشقانه یا به شکل دیگر، از ما فرار میکنن. خیلی طبیعی، اثرات آن زندگی میماند، باید به این پایان داد، و من فکر میکنم که وظیفم همین بود.
است. بسیار خوب آقای معینی، خیلی متشکرم و وقتمون تموم شده. فقط یک سوالی من از شما میکنم، اگه پاسخ خیلی خیلی کوتاهی به من بدید به دلیل به وقتی که نداریم، و آن اینه که با توجه به این کارزار توییتری که در مورد این اعدام 3 نفر به راه افتاد و کارزار میلیونی و جهانی شد و نهایتا هم نتیجه گرفته شد و حداقل این اعدام لغو شده فعلا، شما چقدر امیدوارید که این یک نمونه ای از تغییر ذهنیت در جامعه ایران باشه؟ از آن روزهایی که ما در اوین صدای شلیک اعدام ها رو شب می شنیدیم و تکتیرهای تیر خلاص رو می شمردیم تا تعداد اعدامی ها رو بشنویم، تا امروز جهان خیلی تغییر کرده و به نظر من این جنبش آغازیه برای دادخواهی، و تنها برای لغو مجازات اعدام نیست. دادخواهی یک بخش قضاییش محاکمه و به مجازات رساندن جنایتکارانه بدون حکم اعدام، اما یک بخش دیگر پاسخگو کردن جامعه و تلاش برای همین شعار اعدام نکنید و دیگر هرگز چنین مباد در ایران ماست. من فکر میکنم این اصل واقعیه و این جنبش باید گسترش پیدا کنه از شبکه‌های اجتماعی. بسیار امیدوار کننده است و میتواند گام‌های بعدی رو با قدرت بیشتر برداشت و برای لغو مجازات اعدام همگانی شدنش در ایران تلاش کرد. خیلی متشکرم آقای رضا معینی از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنونم از شما. ممنونم از شما آقای فانی عزیز.